خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیان آرام. از تمام تیم های ورزشی که از قبرس شمالی به ترکیه رفتن، خیلی ها برگشتن، به غیر از تیم والیبال دختران و پسران دبیرستان معارف فاماگوستا. این افراد به همراه سرپرستاشون 39 نفر بودن. 4 نفر همون اوایل زلزله میتونن خودشون رو نجات بدن و ما بقی زیر آوار گیر کردن. دیشب متاسفانه جنازه یک پسر دانش آموز و 2 معلم از زیر آوار بیرون میاد. جنازه یک دانش آموز دیگه هم امروز ظهر پیدا شده. اما هنوز وضعیت 31 نفر دیگه مشخص نیست. از این 31 نفر 22 نفرشون دانش آموزن. شایعات زیادی درباره کشته شدن این افراد وجود داره، تا اینکه در نهایت وزیر آموزش و پرورش قبرس شمالی گفته تا نتیجه آزمایش دی ان ای هیچ آمار دیگه‌ای منتشر نمیشه. دولت ترکیه هم اعلام کرده جنازه هایی که پیدا میشه نهایتاً بعد از 24 ساعت به خاک سپرده میشه. البته اثر انگشت، عکس و آزمایش دی ان ای حتما ازشون گرفته میشه. روزای بدی تو ترکیه میگذره، سوریه که دیگه بدتر. مناطقی که زلزله اومده بیشتر دست مخالفان دولت این کشوره و عملا رسیدگی درستی نمیشه. تو سوریه هم تقریبا 3000 نفر کشته شدن. آمار کشته شدگان تو ترکیه هم رسیده به تقریبا 14500 نفر و بیش از 64 هزار نفر هم مجروح شدن. یه موضوع مهم دیگه هم این که تاریخ و ساعت وقت‌های پلیس برای تمدید اقامت امروز عوض شده. خیلی از دوستانی که وقت نزدیک داشتن افتاده دورتر و همینطور برعکسش. لطفاً هر روز سایت رو چک کنید تا خدای نکرده وقتتون نگذره. اگر پرواز دارید به سمت ترکیه حتماً قبل از رفتن به ارجان اون رو هم چک کنید، چون الان 1-2 روزی هست به دلیل شرایط جوی خیلی از پروازها کنسل میشه. البته میدونید که ترکیش ایرلاین خیلی از جابجایی ها تو مناطق زلزله زده رو داره رایگان انجام میده و پروازهای بیشتری رو هم به اون مناطق اختصاص داده. حتی برای خانواده افرادی که از قبرس شمالی تو ترکیه زیر آوار موندن هم پرواز رایگان گذاشته. و دیگه این که متاسفانه رئیس انجمن فوتبال قطع عضو ایران اعلام کرد که پیکر بیجان 3 ملی‌پوش این رشته که توی زلزله ترکیه زیر آوار مونده بودن پیدا شده. از عزیزانمون در خوی هم لطفاً فراموش نکنید. قیمت دلار تو ایران 44980 تومان، یورو 48370، پوند انگلیس 54580 و لیر ترکیه 2390 تومان. دمای هوا برای فردا: ماگوساب اسکل 5-10، گیرنه 3-11، لیماسول 4-12، نیکوزیا 2-10، پافوس 6-11، لفکه 3-10 و کارپاس 6-9 درجه سانتیگراد اعلام شده. این رو هم بگم که تا آخر هفته قراره که هوا سردتر بشه. و حرف آخر این که به نظر میاد آنارشیست شدن خیلی راحت و منطقی اتفاق میافته. کافیه بخوای خودت باشی بدون اینکه اسیر رویاهات بشی. اگه مردم آنارشیست نیستن به خاطر اینه که یکی از این دو صفت در اونها وجود نداره. یعنی یا نمیخوان خودشون باشن یا میخوان خودشون باشند اما اسیر رویاهاشون هستند. و چون اسیر رویاهاشون هستند به نوعی به فرعون پرستی میرسن. دلتون شاد، لبتون خندون.